وقت شما بخیر. همزمان با ایام شهادت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، سخنرانی سالانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در اجتماع عزاداران در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار شد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. آیت الله العظما شیرازی در سخنرانی در اجتماع عزاداران به مناسبت 28 صفر سال روز شهادت رسول خدا فرمودند: قرآن کریم دستور به الگوگیری از پیامبر داده. حاکمان اسلامی باید با مردم و مردم با یکدیگر به نرمی و اخلاق حسنه تعامل کنند، چرا که پیامبر خدا با فراریان از جنگ هم با نرمی برخورد نمودند. معظم الله در ادامه فرمودند: طبق آیات قرآن کریم پیامبر اکرم با مردم برخورد نرم و نیکو و نه برخورد خشن و سخت داشتند. پس باید هر کس به مقدار توان به آن حضرت در اخلاق و رفتار نزدیک شود. مخصوصا رؤسای حکومت‌های اسلامی باید از ایشان بیاموزند و با مردم با اخلاق حسنه و نرمش تعامل کنند. ایشان در ادامه تأکید فرمودند: شعیره مقدس اربعین حسینی در سال جاری پرشورتر و بهتر از سالهای گذشته در کربلا و در جای جای کشور عراق و کشورهای اسلامی برگزار شد و از تمام اصحاب حیات و مواکب و هر که در این مراسم شرکت کرد تشکر می کنم، چرا که ذره ذره خدماتی که در این مسیر صورت گرفته در دستگاه الهی ارزشمند و مورد محاسبه است. آیت الله العظما شیرازی ضمن نکوهش رفتار کسانی که در انجام شعائر حسینی دچار خذلان و بی‌توجهی شدند فرمودند: اگر شخصی به مقدار ذره‌ای در دستگاه سید الشهدا کارشکنی و یا ترک نصرت کند، دچار نفرین رسول خدا می شود که در حق امام حسین فرمودند: اللهم اخزل من خزله. معظم الله با اشاره به این نکته که گسترده شعائر حسینی در سراسر جهان رو به افزایش است فرمودند: بنده با تأسی به حضرت امام صادق علیه السلام به عنوان وظیفه شرعی برای تمام برپادارندگان شعائر حسینی دعا می کنم، چرا که این کار مستحب است. ایشان ضمن بیان فرمایشی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در رابطه با شعائر مقدس امام حسین علیه السلام که فرمودند امامان کفر تمام تلاش خود را برای از بین بردن شعائر حسینی به کار می‌برند، تأکید فرمودند: این شعائر روز به روز گسترده تر و بالنده تر می شود و ما امروز شاهد تحقق این وعده هستیم و تمام کسانی که در سال جاری در این مسیر تلاش بیوقفه کردند باید بیش از پیش در این زمینه تلاش کنند و به این بالندگی فزونی بخشند. آیت الله العظما با تأکید بر وجوب کفایی رسیدن فرهنگ قرآن به تمام این افراد فرمودند: فرهنگ قرآن کریم و معصومین علیهم السلام باید به تمام انسانها در سراسر عالم رسانده شود و این امری واجب است و در این راه باید از هر نوع وسایل ارتباط جمعی نظیر ماهواره‌ها و جراید و نظایر آنها استفاده شود. معظم الله در ادامه فرمودند: اگر فرهنگ رسول خدا و امیر مؤمنان صلوات الله علیه ما به دنیا برسد، افراد کمی در مقابل آن عناد به خرج می‌دهند و آن را نمی‌پذیرند و غالب مردم از آن استقبال خواهند کرد و تنها باید در این زمینه به بلاغ مبین پرداخت و این وظیفه تمام مسلمانان است. ایشان پرداختن به سه مورد هدایت به اسلام، هدایت به ایمان و هدایت مؤمنان به واجبات را واجب کفایی دانسته و تأکید فرمودند که تا زمانی که این سه مورد به حد کفایت نرسد واجب عینی است. آیت الله العظما شیرازی با بیان نقاط درخشانی از تاریخ رسول خدا که در طول تاریخ بی‌نظیر است، از ماجرای فتح مکه که پس از 20 سال دشمنی کفار بر آنان مسلط شدند اما برخورد همراه با اخلاق و رحمت با آنان داشتند، به عنوان یک نمونه اشاره و تأکید فرمودند:
آن حضرت در تمام جنگ هایی که بر ایشان تحمیل شد پیروز شدند، اما با این حال حتی یک مورد هم جنگ افروزی نکرده و به جایی یورش نبردند. معظم الله چشم پوشی از تعقیب ماجرای ترور پیامبر اکرم در عقبه را به عنوان یکی دیگر از نقاط درخشان زندگی پیامبر ذکر نموده و فرمودند آن حضرت به خواست خدای متعال چهره آنان را دیدند، اما هیچ گونه برخوردی با آنها نکردند. ایشان با تأکید بر این که نقاط درخشان تاریخ پیامبر اکرم باید در قالب برنامه‌های مدرن و به روز مانند فیلم سازی و امثال آن به دنیا منتقل شود فرمودند، تاریخ آن حضرت مملو و از زیبایی‌هایی است که دنیا از آن بی‌خبر است و هر کس به مقدار توان خود باید در این مجال فعالیت کند. آیت الله العظمی شیرازی با تأکید بر لزوم تلاش همگان، مخصوصاً جوانان، برای رسیدن فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام به دنیا فرمودند، امیدوارم خدای متعال خدمات همگان در دو ماه محرم و صفر و پس از آن را بپذیرد و به آنان توفیق دهد تا در یاری قرآن و رسول خدا و اهل بیت به وظیفه خود عمل کنند و آن را به دنیا برسانند، خواه مردم دنیا آن را بپذیرند و خواه نپذیرند. شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان، پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. حاج آقای هدایتی سلام و عرض ادب. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامیه و شهادت مظلومان پیامبر از اسلام صلی الله علیه و آله رو تسلیت عرض میکنم. جناب هدایتی لطفاً تحلیل شما را پیرامون بیانات آیت الله العظمی شیرازی رو بشنویم، بفرمایید. یکی از چندین نکات مهم و اساسی رو من در این وقت فشرده بهش میپردازم و اون اطلاع رسانی جهانی نسبت به تعالیم وحیانی هست که در دو عنصر و در دو چهره قرآن و اطرت تجلی پیدا میکنه. آیت الله العظمی شیرازی فرمودند این فرهنگ واجب است، فرهنگ قرآن و اهل بیت جهانی شود و به همه اذهان و افکار جهان برسه. من در اینجا این رو عرض میکنم که سه رکن اساسی در فضای تبلیغات و اطلاع رسانی جهان امروز وجود داره، با توجه به اینکه به هر حال بنده حداقل یک تجربه 20 ساله در عرصه رسانه دارم، این رو عرض میکنم که افکار عمومی و مخاطبان بزرگوار که صدا و تصویر بنده رو دارن یا بعداً میشنون، این نکته اساسی رو مورد توجه قرار بدن و بدانند که عرصه تبلیغات جهانی امروز، خصوصا کسانی که دین باور هستند، کسانی که علاقمند و پیرو و شیعه اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هستند، روی سخن ما به اینهاست که فرصت بسیار کم و ما باید این فرصت ها رو هرچه بیشتر ازش استفاده کنیم. یک، جنبه تأمین مالی عرصه تبلیغات هست. دو، اداری و سه، اجرایی. در این سه عرصه فعالان الان در حال فعالیت هستند. دو عرصه اون بسیار مشکل و سخت است، عرصه اداری و عرصه اجرایی. از این سه مورد جنبه تأمین مالی از همه آسان‌تر هست. کسی مال و ثروتش رو در اختیار بذاره، کسانی که تجربه دارن، نخبه در این زمینه هستن، فعال بشوند. ممکنه در دنیای امروز گفته بشود به خاطر برخی از ناملایمات و سوء استفاده ها، کسانی که صاحبان ثروت هستند اطمینان لازم رو نمی کنند. پیشنهاد بنده اینه که عرصه اداره رو هم به عهده بگیرند تا بتوانیم بنا به توصیه این مرجع بزرگوار و دلسوز اطلاع رسانی دقیق و جهانی کنیم در همه عرصه ها و در همه اقصا نقاط عالم. و این مهم اجرا نمی شود مگر اینکه یک تحول اساسی و یک اقدام جهانی صورت بگیره. آنچه که تا به الان انجام شده بسیار خوب بوده ولی لازم و کافی نیست. ما صاحب سرمایه بسیار ارزنده و ارزشمند قرآن و عصرت هستیم و در کنارمون یک مرجع تقلید آگاه، دلسوز، مدیر و مدبر که میتونه ما رو راهنمایی کنه. لذا اصحاب
اموال و ثروت بیان، اونها باید قدم اساسی و مهم رو بردارن. نیروی انسانی فعال، جوانان بسیار باهوش و صاحب تجربه در این زمینه وجود دارند، مدیران کارآمد ما داریم در همه عرصه ها، ولی آنچه که همیشه یک خلأ جدی بوده و احساس شده مسئله تأمین مالی بوده که صاحبان ثروت ورود پیدا کنند، اگر اطمینان لازم رو ندارند که به دقت اموالشون مصرف خواهد شد یا نه، خودشون ورود پیدا کنند در عرصه اداره و نظارت بر تبلیغات تا بتوانیم یکی از منویات مهم این مرجع بزرگوار رو که از به هر حال ارتباط مستقیم داره با رضایتمندی وجود مقدس خود به دایره امکان امام زمان علیه السلام، که ما بتوانیم آن بزرگوار امام زمانمون رو از خودمون راضی و خوشنود کنیم انشاءالله. بله، ممنونم. با تشکر از شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.